قیمت خودروهای داخلی تا روز چهارشنبه نهایی می شود. این موضوع را خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه از قول جمشید پژویان رئیس شورای رقابت اعلام کرد به گفته آقای پژویان شورای رقابت روز یکشنبه فقط دستورالعمل قیمتگذاری را تنظیم کرده و قیمتهای اعلام شده خودرو توسط برخی از اعضای این شورا هیچ وجاهت قانونی ندارد این اظهارات در حالی بیان میشود که عنوان اکثر روزنامه های تهران روز دوشنبه به موضوع قیمتگذاری خودرو اختصاص یافته روزنامه دنیای اقتصاد یادآور شده که از اواخر اسفند ماه سال گذشته بحث قیمتگذاری در بازار خودرو گریبان خودرو سازان و بازار را گرفته روزنامه ابتکار نیز در این باره نوشته در حالی که قرار بود شورای رقابت تا پایان روز یک شنبه دستورالعمل قیمتگذاری خودرو را تدوین کند کمیسیون اصل 90 مجلس و سازمان حمایت از توافق دوجانبه خود برای کاهش 20 تا 30 درصدی قیمتها خبر دادند تا به نوشته این روزنامه جنگ قیمتگذاری میان دولت مجلس و خودروسازان ابعاد تازهی پیدا کند در شرایطی که تیتر اصلی روزنامه اطلاعات روز دوشنبه از توافق دولت و مجلس برای کاهش قیمت خودرو خبر میدهد جمشید پژویان رئیس شورای رقابت و اقتصاددان نزدیک به دولت قیمتگذاری را به روز چهارشنبه واگذار کرده این در حالی است که خبرگاری مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه از قول رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید کرده که شورای رقابت حق قیمتگذاری خودرو را ندارد همزمان به گزارش خبرگزاری ایستا اخبار زد و نقیز منتشر شده درباره قیمت رسمی خودروهای داخلی هیچ تأثیری بر قیمتهای بازار این محصولات نداشته است در این میان خودروسازان هشدار میدهند که نحوه قیمتگذاری به ورشکستگی کامل خودروسازان و قطع ختم می شود. خودروسازان همچنین میگویند کاهش قیمت خودرو با هدف واردات خودرو از چین مطرح و پیگیری شده است محمد رزان نجفی منش عضو هیئت رئیسه انجمن خودروسازان روز دوشنبه تصمیمات جدید دولت در حوزه قیمت گذاری را چراغ سبز به واردات خودرو توصیف کرده و در گفتگو با خبرگزاری ایلنا پیش بینی کرده که تولید خودرو در سال جدید هم با کاهشی بیشتر نسبت به سال گذشته همراه شود وفا زرباهاری daai Amerika